سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ به کانال گوشفک خیلی خیلی خوش اومدین. من عسل هستم و امروزم میخوام یکی دیگه از کارتون‌های عروسکی دهه 60 رو بهتون معرفی کنم. کار و اندیشه، کیا یادشونه؟ ترانه این کارتون عروسکی خیلی زود سر زبونا افتاد که فکر میکنم یکی از دلایل محبوبیتش سادگیش بود. ملودی کار خیلی ساده بود و اوج و فرود زیادی نداشت. شعر برای بچه ها سروده شده بود و خیلی راحت تو ذهنشون نشست. این کارتون عروسکی سال 1363 ساخته شد. آهنگساز ترانه اون آقای فرید شبخیز بودن و خوانندگان ترانه همسرشون هلن که اون زمان 21 سالشون بود و خواهرزادهشون نسیم که 13 سالشون بود. دهه 60 و 70 رو میتونیم دوران اوج برنامه‌های عروسکی تلویزیون ایران محسوب کنیم. تو این دو دهه با وجود محدودیت تعداد کانال‌های تلویزیونی، تعداد شخصیت‌های عروسکی خیلی زیاد بودن. در مقطعی که هنوز انگیزه در برنامه‌سازان وجود داشت، در کنار کارتون‌های ژاپنی، هر از گاهی شخصیت‌های عروسکی از تلویزیون سر در می‌آوردن و محبوب کودکان و نوجوانان می‌شدند. هرچقدر دستمون تو انیمیشن کارتونی خالی بود، عوضش تو انیمیشن عروسکی با توپ پر حاضر بودیم. درسته خیلی از عروسکامون چهره های خوبی نداشتن و حتی گاهن ترسناک بودن، اما موفق شدیم آثار موندگاری رو بسازیم که شاید بخش عمدش رو هم باید مدیون خانم مرضیه برومند و آقای عادل بزدوده باشیم که سرحال و قبراق در واحد کودک و نوجوان فعالیت می‌کردن. عروسک های صامت و بی صدای کار و اندیشه اونقدر طرفدار داشتن و محبوب شدن که ترانه تیتراژ این برنامه رو هنوز هم خیلی ها از حفظن. دوستان ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین، لطفاً چنل منو اگه دوست داشتین سابسکرایب کنین و خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها به هم بگین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.